باشگاه ساگات برنامهش غیر سیاسی و غیر مذهبی است و تمام ایرانی های سان دیگو میتونن هم عضو بشن هم به عنوان مهمان بیارن یه بار ما رو ببینن برنامه‌مون تماشا کنن. ما هدفی جز اینکه آشنایی و دیدار نداریم. البته در برنامه های باشگاه ساگات که در ایام دیگه بعد از تابستون شبها در خونه ها خواهد بود، اون برنامهش خیلی مفصلتره، کارهای فرهنگی، هنری، موسیقی، تئاتر، نقاشی، نمیدونم شاهنامه خوانی، فالگیری، نقاشی و رقصهای محلی ایران، رقصهای موزیکال، صحبت در همه چی خواهیم کرد، راجب شعر صحبت خواهیم کرد. بهتر عضو بشید تا هر موقعی که ما آگهی میدیم سریع شما اون آگهی ما رو ببینید، ببینید کجا ما ممکنه اتوبوس بگیریم خارج از سان دیگو هم یه جایی بریم. بنابراین بهتر عضو بشید، برید بگردید در تلگرام، بهتره با هم باشیم تا گم نشیم. بخونم ما هم گفتم برنامه گوناگونی خواهیم داشت. نکته دیگری که میخوام براتون برسونم اینه، اگه سوالی راجع به برنامه های باشگاه ساگات دارید به من زنگ بزنید، من تلفنم رو همه دارن، شماره هم هست همجور که روی تابلو میبینید، 619-316-88-52 منوچهر ساگارد. در برنامه های باشگاه ساگارد بیشتر کارهای هنری انجام خواهد شد، از قبیل نوشتن تئاتر، نوشتن ترانه، نوشتن غزل، آموزش نقاشی، آموزش رقص‌های گوناگون ایران از قبیل رقص بختیاری، لوری، کردی، ترکمنی، شمالی، گیلانی، گیلکی، آذری و موسیقی آنها را خواهیم شنید. یکی از چیزهایی که در جنوب ایران بسیار گل کرده و همه مردم اونو انجام میدن در شهر بوشهر، خیام خوانی است که همه کف میزن، همه میخونن و ما اونو یک بار به جزئی اجرا کردیم و من سعی دارم اینو بیشتر به نمایش بگذارم. تلفن باشگاه ساگات را به خاطر بسپارید تا از برنامه های ما متوجه بشید و اگر سوالی دارید، پیشنهادی دارید و میخواید در برنامه شرکت کنید، کار هنری انجام بدید، تئاتر بازی کنید، نمیدونم هنرتون رو معرفی بکنیم، به این شماره زنگ بزنید و از من بپرسید. 619-316-88-52 619-316-88-52 باشگاه ساگات، منوچهر ساگات. این لباسی رو که من الان به تن پوشیدم تماشا کنید، این بهش میگن چوغا و تمام مردهای بختیاری این چوغا رو میپوشن. چوغا جنسش دو جوره، یکی نخیه یکی پشمی، این بعد بهترین نوعشه که من خودم شخصا از ایران آوردم و راجب رقص بختیاری و چوب زنیش هم یه گروهی در سان دیگو هست، اگر بتونم اونا رو پیدا کنم و نمایش بدیم خوب خواهد شد. در ضمن شما رو با نیسازی و نینوازی آشنا خواهم کرد، همچنین با سازهای دیگه و دستگاه های موسیقی ایرانی. ببینید الان بیالونه با آشش هم نهی بردم، فقط
خلاصه در برنامه‌های گوناگون باشگاه شاگارد شرکت بجوید، همکاری بکنید، چون یک دست صدا نداره و من میخوام کسانی که هر هنری در دارند، از نقاشی، کار دستی، جوراب بافی، نمیدونم بافتنی، هر چیزی بافتنی، هر کار هنری دارن بیان اون در جلسات ما شرکت کنن و معرفی بشن و کارشون عرضه کنن. و همیشه یادتون باشه این برنامه های باشگاه ساگار غیر سیاسی و غیر مذهبی است و تمام کسایی که فارسی صحبت بکنن با عضو کانال هستن یا نیستن به عضو بشن، بهتر عضو بشن، میتونن دوستاشون رو بیاد و معرفی کنن، یه بار جلسات ما رو ببینن و از این صمیمیت و مهربانی و عشق و علاقه ای که در ما هر روز بیشتر میجوشه رو تماشا کنن تا ما کمی از این دردهای غربت نشینی رو فراموش کنیم. ما هم مثل تمام کشورهای دیگه یک فولکلور غنی داریم. کشور ایران کشور باستانی چندین هزار سال است. 2583 سال از تاریخ شاهنشاهیش میگذره و ایران و همین اقوام ایرانی، بلوچ و کرد و لور و ترکمن و گیلانی و مازندرانی و آذری و بلوچ و همه اینا دست به دست دادن و این کشور روی پای خودش مونده و انشاءالله همیشه زنده و پایدار بماند. ما ایرانی هستیم و زبان خود را فراموش نمی کنیم، ولی زبانهای دیگر دنیا را هم یاد می گیریم و در من الان دیدم که جوانهای ما در تکنولوژی به قدری قوی هستند، به قدری دستای بالا رو دارن که آدم عشق شوق در چشمان آدم در میاد که من می بینم در بالاترین مقام های علمی ایرانی ها قرار دارن و مانند ستاره پرنوری می درخشن. یکی از برنامه های جالب باشگاه ساگارد که در آینده ها به کار خواهیم گرفت پرداختن به رسم و رسوم و استان های گوناگون ایران عزیزمان هست. از جمله امروز من لباس قشنگ کردی ایرانو پوشیدم که اونها معمولا در دفن نوازی بی نظیرن و در یه روستایی در کردستان عزیز ایران هست به نام پالنگان که حدود شاید بخوام بگم 3-4 هزار دفن نواز در ایام نوروزی به رقص و شادی و دفن نوازی می پردازن. به زودی هرگاه مناسب باشد هایک های طولانی یک روزه خواهیم داشت و در مورد قوانین هایک من سخنانی خواهم داشت که به سود هایکرها خواهد بود. در هایک حتما بایستی سود داشته باشید. ببینید کلاه، عینک، پول پشتی و وسایل ضروری به کمک های اولیه باید در کول پشتشون باشه. در این مورد بعدا بسیار مفصل در راجع به فواید هایک و اتفاقاتی که ممکنه بیفته به شما آگاهی خواهم داد. در برنامه های گوناگون باشگاه ساگارد به تئاتر و بازیگری توجه خواهیم داشت و نکاتی در آن به عرض شما خواهیم رسوند. میتونیم نقش‌های مختلف داشته باشیم، میتونیم راجب دکور، راجب گریم، راجب پشت صحنه، جلو صحنه صحبت خواهیم کرد. و نکته دیگری که میخوام به عرضتون برسونم و شاید مورد پسندتون قرار بگیره خود نقاشیه. ببینید
من الان یکی از نقاشی‌های خودم رو آوردم الان به شما نشون میدم. در مورد نقاشی و اصول آن من نکاتی رو به شما خواهم گفت که شاید علاقمند بودید تشریف بیارید. با قلموهای مختلف، با اندازه‌های مختلف، با ساختن رنگ‌های گوناگون آشنا خواهید شد. در زمان مناسب راجع به تئوری موزیک هم صحبت خواهیم کرد تا آشنا بشید با خط موسیقی در جهان.